بینندگان عزیز به برنامه دانش نوین خوش آمدید. من مهرنگ خزایی هستم، روانکاو بالینی، و این برنامه ایست علمی از طرف پژوهش سرای دانش نوین که هدفش گسترش علم روانشناسی، بررسی تئوری دانشمندان و تحقیقات جدید در مورد اختلالات روحی روانی است. برنامه امروز من درباره روابط عاشقانه در جهان اینترنت است. این روزها در فضای مجازی دنیای جدیدی است به نام اینترنت، فیسبوک، که ما شاهد یک نوع روابط جدید عاطفی و عاشقونه در این فضا هستیم که در اون زنها و مردها میتونن هویت واقعیشون رو پنهان کنن و با اطلاعات شخصی خودشون یک اکانت دروغی درست کنن و وارد دنیای اینترنت بشن، همدیگر رو در این فضا ملاقات کنن و رابطه عاطفی برقرار کنن و اون آشنایی به روابط جذاب عشقی منجر میشه. حالا دلیل جذابیت این روابط در چیه؟ آیا به خاطر گمنامی و چند هویتی در فضای مجازیه؟ آیا به خاطر تنهاییه؟ آیا به خاطر اینه که نیازهایی رو که فرد نمیتونه در دنیای زمینی بیان کنه رو در فضای مجازی به راحتی میتونه بیان کنه؟ چطور در عشقی که آدم‌ها نمیتونن همو لمس کنن، احساس کنن، میتونن یک رابطه نزدیک و صمیمانه داشته باشن؟ چطور میتونن عشق رو تجربه کنن؟ من در این برنامه درباره این که چه کسانی به عشقهای اینترنتی گرفتار میشن و چه انگیزه هایی باعث میشه که افراد وارد این گونه روابط بشن صحبت خواهم کرد. زنها و مردها وقتی کامپیوتر رو باز میکنن اول از همه میرن روی اینترنت، سایت هایی مثل فیسبوک، سایت های چت. بعد به خودشون میگن سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو به شیرین آمد. قدمی درکش و سرخوش به تماشا به خرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. این نگار یک یار زمینی نیست، یاری نیست که اون رو لمس کرده باشه، یاری نیست که بوی خوش عطرش رو استشمام کرده باشه، یاری نیست که دستن در دست در کوچه باخا زیر سایه درخت ها راز دلش رو شنیده باشه. این نگار یک صدا و شاید یک تصویره که با حرکت دادن انگشت ها روی کیبورد یا دگمه های حروف کامپیوتر باهاش معاشقه میکنه و عشق رو در اونجا تجربه میکنه. عشق همیشه یک راز بوده، هست و خواهد بود. ما انسان ها همیشه سعی کردیم که اون رو در شعر، هنر، ادبیات و علم بشناسیم و اون رو تجزیه تحلیل کنیم. وقتی که ما از عشق صحبت میکنیم، اون یک عشق زمینیه، یک رابطه لطیف و زیبا بین زن و مرد که در اون چالش های زیادی هم به همراه داره که باعث درد و رنج در اون رابطه عشقی میشه. عاشق شدن و عشق ورزیدن نیاز به یک شرایط به خصوص داره. هر فردی در هر زمانی که نمیتونه عاشق به کسی بشه، زنها و مردها در رابطه میرن ولی اون احساس عشق رو به هم پیدا نمی کنن. به خودشون میگن سر و چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود، یاد سنم سمن نمی کند. چرا؟ چون الگوهای عشق و دلبستگی ریشش از دوران کودکی شکل میگیره. ما درس عشق رو از والدین خودمون یاد میگیریم و بعدها اون رو در بزرگسالی به شریک عشقی خودمون پس میدیم. دانشمندان روانشناسی 4 الگوی دلبستگی یا تعلق رو مورد بررسی قرار دادن. این الگوها نشون دهنده اینه که وقتی فردی وارد یک رابطه عاشقونه میشه، اون الگوها چطور میتونن در روابط اونها اثر مثبت و یا منفی بگذارن.
افرادی که الگوهای ایمنی دارن در رابطه کودکیشون با مادرشون احساس ایمنی و اطمینان خاطر داشتن و به راحتی میتونن وارد یک رابطه عاشقانه بشن، در اون احساس امنیت کنن و با زوجشون رابطه بسیار زیبا داشته باشن. یکی گروه مضطرب هستش که دائم در اضطراب به سر میبرن، ناراحتن، همیشه نگران قطع رابطه هستن و به شدت وابسته و محتاج میشن. این نوع افراد همیشه نگرانی از بابت ترک شدن و طرد شدن معشوق دارن. و بالاخره گروه آخر گروه طرد کننده است که علاقه به نزدیکی و صمیمیت ندارن، نسبت به دیگران بی تفاوتن و از هر گونه وابستگی حتی سازنده اون هم گریزان هستند. این الگوهای رفتاری در ارتباط عاشقانه میتونه در یک رابطه عشقی اثر بگذاره و باعث پایین رفتن اون رابطه بشه. علاوه بر این الگوها، چیزی که عاشق رو به طرف معشوق میکشونه جذابیت اونه که باعث میشه که دوست داشتن یا سرمایه گذاری عاطفی عاشق به روی معشوق باشه. اون جذابیت در نزدیکی فیزیکیه، در لمس کردن به وجود میاد، به این معنا که دست همو گرفتن، همدیگر رو بغل کردن، بوسیدن، همه اینها کشش به وجود میاره و جذابیت، چون بدون این نزدیکی عشق شکل واقعی خودش رو نمیتونه بگیره. مردها معمولا بیشتر تحت تاثیر جذابیت فیزیکی زنها قرار میگیرن، ولی زنها تحت تاثیر جذابیت موقعیت اجتماعی بالای مردها قرار میگیرن، به این معنی که هرچی مرد پولدارتر و یا موقعیت اجتماعی بالاتر داشته باشه، در نظر زنها جذابتره. حالا عوامل دیگری که جذابیت را افزایش میده اینه که ما همیشه کسانی را دوست داریم که ما رو دوست دارن، به این معنی که عشق میاره. ما همیشه شنیدیم که میگن عشق کوره، ولی در واقع عشق کور نیست. ما کوریم که نمیتونیم شکل دروغی اون رو از نوع واقعیش تشخیص بدیم، چون هرگز ما دانشی در این باره یاد نگرفتیم، کسی تو مدرسه به ما یاد نداده و اونقدر از عشق بی اطلاعیم که وقتی به سراغمون میاد نمیتونیم حفظش کنیم و راه نگهداری اون رو بلد نیستیم. چون عشق ورزیدن یک هنره، فوت و فن داره. تا وقتی که ما اون فوت و فنها رو یاد نگرفتیم، بهتره که بی خودی دل به کسی که شایستگی عشق ما رو نداره نبندیم. در عشق فراز و نشیب زیاده. اگر ما هنر این رو نداشته باشیم که بتونیم از اون عشق مواظبت کنیم، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اون عشق برای مدت طولانی در بالاترین سطح احساسی خودش باقی بمونه. چون عشق مثل یک نهال میمونه که با دو تا دست کاشته میشه. وقتی که اون عاشق و معشوق هر دو بتونن از اون مراقبت کنن تا رشد کنه، باید بتونن از اون مراقبت کنن تا رشد کنه و به یک درخت قوی تبدیل بشه، وگرنه عشق پژمرده میشه، زرد میشه و میمیره. امروز در دنیای مدرن تکنولوژی و اینترنت، روابط عاشقانه در فضای مجازی رواج بسیار پیدا کرده. زنها و مردها بدون هویت واقعیشون با یه اکانت دروغین همدیگر رو ملاقات و رابطه عاشقی و عاطفی برقرار میکنن. بنابراین دنیای اینترنت دنیاییه که یک زن 47-8 ساله که شوهر و 3-4 بچه داره به راحتی میتونه تغییر هویت بده و خودش رو به عنوان یک دختر 25-6 ساله زیبا که مهندس، دکتر، آرتیست هست جا بزنه و عکس یه دختر خوشگل جوان هم روی عکس پروفایلش میذاره، با مردها شروع به چت و عشق و عاشقی میکنه.
و یا اینکه مردی که از شغلش بیکاره، متأهله، میخواد میتونه چهره تغییر بده و خودش رو صاحب یه شرکت مهم و بزرگ یا یه دکتر معرفی کنه و با زنها رابطه عاشقی ایجاد کنه. بنابراین دنیای اینترنت، دنیای فیسبوک، دنیایی که هر آدمی با هر سابقه ای از جنایی گرفته تا روسپیگری و اعتیاد، همه و همه با هویت‌های دروغشون میتونن با هر کسی خواستن پیام دوستی بفرستن، رفاقت ایجاد کنن و به ما عاشق و رابطه بپردازن. اونا ساعت‌ها وقت خودشون رو صرف صحبت کردن در این فضای مجازی میکنن. برای بعضی از این افراد این نوع حالت تفریح، یه نوع حالت تفریح و سرگرمیه، چون در این شرایطی اونا میتونن در مورد سنشون، قیافشون، شغلشون، جنسیت خودشون خلاف واقعیت رو بگن، تصویرهای دروغی برای خودشون انتخاب کنن و رو پروفایلشون بذارن، عاشق هم بشن و برای اکثر اونها عشق مجازی چنان جذاب و جالب به نظر میاد که گاهی اونها رابطه های عاطفی زمینیشون رو که با یک زن یا مرد دارن رو ول میکنن و به خاطر عشق اینترنتی بعضی مردها و یا زنها خونه و خانواده‌شون هم رها میکنن، کیلومترها راه رو سفر میکنن برای دیدن و یا جستجوی معشوق اینترنتی خودشون. دلیل جذابیت این رابطه ها چیه؟ دانشمندان روانشناس باور دارن علت جذابیت اون به خاطر اینه که اینترنت یک فضای سیکرت و یا مرموزه. اونها در این فضا احساس امنیت میکنن، احساس آزادی میکنن، هر چی دلشون میخواد میتونن بگن، هر کاری دلشون بخواد میتونن بکنن، در اونجا خودشونن، چون اینترنت این قدرت رو داره که نحوه رفتار، آداب و رسوم و فرهنگ آدم‌ها رو عوض می‌کنه. حتی می‌تونه تعریف ما رو از رفتار عشق و جنسی هم عوض کنه. باعث میشه که افراد در دنیای مجازی زودتر از حد معمول عاشق هم بشن، چون زن و مرد نمیتونن فیزیکی با هم باشن، همدیگر رو لمس کنن، احساسات ذهنی و روانی، و بعد چون نمیتونن اون احساسات ذهنی و روانی براشون زجرآوره و بین روح و جسمشون از اذیت وارد میکنه و به خاطر فاصله بین همدیگه اونا سعی میکنن که تمام احساسات خودشون رو در فضای اینترنت به زبون بیارن. یعنی در واقع در اینترنت روابط فقط در بین چشم و گوش افراد شکل میگیره و در اونها در یک نوعی توهم و خیال به سر میبرن، توهمی که به روی احساسات و افکار اونها تأثیر میگذاره، چون اونها با خوندن و نوشتن مطالب عشقی و احساسی و حتی جنسی در یک نوعی توهم غرق میشن و این توهم در فکرشون به واقعیت تبدیل میشه و اونها میتونن یک نوع ایدئال از معشوق خودشون مجسم کنن و با اون عشق بازی کنن. در چنین فضایی زن و مرد رو قادر میسازه تا توهمات خودشون رو به احساسات دیگران انتقال بدن و در اونها نفوذ کنن. اون زن یا اون مرد تصور میکنه که زوج مجازیش در احساسات اون شریکه، اونو درک میکنه، اونو میفهمه، برای اینکه تمام حرفای قشنگ و معاشقه های زیبا رو با اون رد و بدل میکنه، برای هم قلب میفرستن، برای هم سبدای گل میفرستن، در صورت که اگه در دنیای زمینی بخواد سبد گل یه مرد یا یه زن برای بفرسته، وقتی پول نداره که از لحاظ مالی قادر به انجامش نیست، مطمئناً اونقدر اون معشوقم عزیز نخواهد شد. البته یکی دیگه از دلایل به خاطر اون امنیت و گمنامی در دنیای اینترنت هست که به این روابط یک حال و هوای قشنگی میده.
به طور کلی قشنگ میده، به طوری که در مدت بسیار کوتاه اونا این خلوت و نزدیکی رو در چنین فضایی تجربه میکنن. الان تحقیقات نشون داده که آنلاین ترین افراد، یعنی کسانی که بیشتر روی اینترنت هستن، همیشه تنها ترینن. و دلیل خیلی از گرایش های روابط اینترنتی یا فیسبوکی به خاطر تنهاییه، به خاطر اینکه اونها میخوان که با یک نفر دیگه اون خلأ تنهاییشون رو پر کنن. خب بینندگان عزیز، حالا اجازه بدین که به یک آهنگ که من برای شما انتخاب کردم گوش کنیم و بعد من برای شما راجع به علل تنهایی و در رابطه با اینترنت توضیح خواهم داد. خب آهنگ بسیار زیبایی بود و امیدوارم که شما هم به اندازه‌ای که من لذت بردم لذت برده باشید. خب برگردیم به دنیای اینترنت و روابط عشقی. خب زنان و مردها برای فرار از خستگی روحی و احساسات افسردگی یا به خاطر سرگرمی و کنجکاوی گرایش به ارتباط مجازی پیدا می کنند. ارتباط های مجازی، اینترنتی و فیسبوکی. چون در فضای مجازی این افراد آزادن و به واسطه کلمات میتونن تخلیه هیجانی کنن. خب حالا ببینیم که چه کسایی به این نوع روابط گرایش پیدا میکنن، اونو انقدر جدی میگیرن و حتی بعضی ها زندگیشون رو روی اون میذارن. معمولا کسانی به این روابط گرایش دارن که در تنهایی یا افسردگی به سر میبرن، شکست عشقی خوردن، مشکلات جنسی دارن، بهشون خیانت عشقی شده و چون ترس از رابطه زمینی دارن، بنابراین گرایش به رابطه اینترنتی بیشتر نشون میدن. چون در رابطه اینترنتی کنترل در دست اونهاست، اگر ناتوانی جنسی یا سرد مزاجی داشتن، اون مرد یا اون زن، اون معشوق که فیزیکلی که نزدیکشون نیست که بخواد مشکل اونها رو بفهمه، با خبر بشه، بنابراین اونها احساس امنیت میکنن. یکی اونه و یکی این که هر وقت خسته شدن از اون رابطه میتونن که به راحتی اون رو پایانش بدن، به خاطر اینکه وقتی جواب ندن دیگه که اونها نمیتونن بیان در خونشون رو بزنن که ببینن که کجاست یا اینکه دنبالش برن. در این نوع روابط زنها معمولاً دنبال احساساتشون هستن و درد و دلهاشون، و مردها برای ارضای تمایلات احساسی و جنسیشون وارد این روابط میشن. در یک شرایط دیگه هم مردهایی که نیاز بیش از حد جنسی دارن یا از زندگی با همسر خودشون رضایت ندارن یا دنبال هوسرانی هستن، در فیسبوک یا در چت یا اینترنت شروع به یک رابطه دیگری میکنن و اونها دنبال زنهایی میگردن که مثل گرایش دارن به رابطه های احساسی. حتی مردهای طلاق گرفته، زنهای طلاق گرفته، آسیب دیده، خیلی به این نوع روابط گرایش دارن. همونطور که گفتم تحقیقات نشون داده که آنلاین ترین افراد همیشه تنها ترین هستن، یعنی آدم هایی که خیلی روی اینترنت زیاد هستن خیلی تنهان. دلیل خیلی از این گرایش های روابط اینترنتی یا فیسبوکی تنهایی هست و اون برای رهایی از تنهایی شروع به درد و دل میکنه با اون یار، احساساتش رو برای همدیگه میگن و یواش یواش به یک روابط احساسی، عشقی و نزدیک اون رابطه منتهی میشه. محققان باور دارن که در این روابط عمقی وجود نداره، چون بیشتر بر پایه فرار از حقیقت آدم هاست. حالا درسته که اونها با دست هاشون اون حرفای عاشقانه رو تایپ میکنن، اما در عمق وجودشون و قلبشون درد و تنهاییه و
و بیشتر اون وابستگی های عاطفی هم که به وجود میاد بیشتر به خاطر عادته، اون هم به خاطر شنیدن تکرار جمله های احساسی و عاشقونه بین اونها که بعد از مدت ها به یک نوع اعتیاد تبدیل میشه. اگر شما هم یکی از اون افراد هستین که وقت زیادی رو در دنیای اینترنت میگذارید و در یک رابطه عشقی مجازی هستین، باید بدونید که اون عشقی رو که شما دنبالش هستید و نمیتونید در فیسبوک یا سایت های دیگر اینترنت پیدا کنید. رابطه راه دور مثل اینه که شما صورت خودتون رو تو آینه از راه دور نگاه کنید. چیزی که میبینید یک صورت صاف و قشنگه، ولی وقتی که از نزدیک نگاه کنید تمام اون لکه های تیره، جوش های ریز صورت، خط ها، چروک ها همه پیدا میشن. در رابطه های راه دور و مجازی تنها چیزی که شما میبینید زیبایی یک رابطه است. وقتی که شما بیاین زیر یک سقف بشینید داستان به کلی فرق میکنه، برای اینکه میبینید که اون آدمی که در رویای خودتون، در توهم خودتون، در فکرتون داشتید اون آدم نیست. شما به خاطر تنهایی نباید خودتون رو در دام روابط غلط بذارین. باید یاد بگیرین که خودتون رو دوست داشته باشین. و یکی از سخت‌ترین مشکلات جنگ درون با خوده که باعث میشه که نتونید یک رابطه سالم در زمین با یک نفر داشته باشین. بنابراین شما باید اعتماد به نفستون که یک حس درونیه رو نسبت به خودتون تقویت کنید، به این معنا که به خودتون و توانایی‌های خودتون باور و ایمان داشته باشین، به ضعف‌های خودتون آگاه باشین و سعی کنید که اونها رو در بهبودی اونها به خودتون کمک کنید. از شکست ها نترسید. اگر شکست قبلن ها داشتید دیگه سعی کنید با توانایی هایتون اونها رو جبران کنید. سعی کنید در طول زمان در زمین یک رابطه سالم با کسی که به خاطر خودتون دوستتون داره با تمام ضعفاتون پیدا کنید. چون اینترنت و فیسبوک هم مثل یک ماده مخدر اعتیاد آوره و یک نوع بیماری هست که میتونه مشکلات اجتماعی و روانی در شما ایجاد کنه و به شما آسیب روحی روانی وارد کنه. پژوهش‌های مختلف نشون میده که اعتیاد به اینترنت احساس ترس، اضطراب، افسردگی، خشونت، تنهایی، بی‌هویتی، درونگرایی، کم‌حوصلگی به همراه داره. بنابراین مواظب خودتون و سلامت خودتون باشید. میگویند هر قلبی دردی داره، ولی نحوه ابراز اون تفاوت متفاوته. بعضی ها آن را در چشمانشان پیدا میکنن، پنهان میکنن، بعضی ها در لبخندشان. بنابراین آزردگی انسان ها از اتفاقی که برایشون میفته نیست، بلکه ناشی از دیدگاه های اونها نسبت به اون اتفاقاته. خب بینندگان عزیز، حالا من برای پایان برنامه یک شعر از حافظ براتون میخونم. چون حافظ اینترنت و فیسبوکی هم که نداشته، ولی احساسات قلبیشو خیلی زیبا بیان کرده، براتون میخونم. حافظ میگه: اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین. همونطور که در برنامه‌های قبلی هم گفتم، من یک مؤسسه علمی تأسیس کردم به نام پژوهش سرای دانش نوین که هموطنانم بتونن در اونجا برن مقالات هفتگی که من میگذارم بخونن و دانششون در علم روانشناسی زیاد بشه. شما هم میتونید این برنامه ها رو از فیسبوک من، یوتیوب و دانش نوین ببینید. و تا هفته آینده من اوقات بسیار خوشی برای شما آرزو دارم.